سلام، عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. گزارش ویژه امروزمون رو اختصاص دادیم به معضل مسکن در ایران آخوندزاده. در ابتدای گزارش میپردازیم به موضوع گرانی سرسام‌آور مسکن و اجاره بها و مشکلات هموطنانمون در این رابطه. یکی از سوالاتی که مطرح اینه که چرا هیچ ثباتی در قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداره؟ و سوال دیگه هم اینه که نقش مافیای حکومتی در این زمینه و در گسترش حاشیه نشینی چیه؟ بعد از اون مقایسه‌ای خواهیم داشت بین ایران آخوندزاده و سایر کشورها در موضوع مسکن و همچنین نگاهی می‌کنیم به اعترافات مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی در زمینه بحران مسکن. آخرین بخش گزارشمون نگاهیه به جنایت وحشیانه مزدوران حکومتی در تخریب خانه‌های مردم محروم. در این گزارش همراه ما باشید. روند شتابان گرانی مسکن و اجاره بها چرا؟ ما مستاجریم تو منطقه تهران سر، پولمون نمیرسه خونه اجاره کنیم، الان آواره شدیم. این صدا ندای مظلومانه امروز بسیاری از مردم ایران است که به دلیل سیاست‌های ضد مردمی آخوندها به چنین وضعیتی دچار شدند. اما چرا؟ چرا مسکن که در همه جوامع یک حق مسلم و طبیعی است، اکنون برای بسیاری از هموطنانمان به موزلی جدی و به آرزو و رویا تبدیل شده است؟ خبرگزاری حکومتی ایلنا 29 مرداد 99 در این رابطه اذعان می کند، افزایش قیمت املاک و مسکن به دلیل فعالیت سوداگرانه و افزایش حضور بانک‌ها، مؤسسات پرقدرت مالی و بنیادها بوده و ورود سرمایه این نهادها باعث افزایش قیمت‌ها شده است. البته همه می‌دونن که نهادها اسم مستعار کارتل‌های بزرگ مالیه که در حیطه خود خامنه‌ای و سپاه پاسدارانش است. من دو نمونه از اعترافات رسانه‌های حکومتی رو در این مورد اجازه بدید به شما بگم. یکی سایت حکومتی دیدار نیوز هست که 22 اردیبهشت 99 تو این رابطه می‌نویسه که در ایران دولت به معنای کل حاکمیت خود بخشی از جریان بازی و رقابت اقتصادیه. نمونه اون در اقتصاد ایران سهم بسیار بزرگ شرکت‌های دولتی بنیادها و سازمانها و ستادها و قرارگاه‌هایی است که همگی با رانت و امتیازات ویژه به فعالیت اقتصادی مشغول هستند. این که میگه قرارگاه‌ها، منظورش قرارگاه ضد خاتم که وابسته به سپاه پاسداران هست. و بعد ادامه میده که و برای اینکه از قافله سوداگری جا نمونند، به هر سیاست و اقدامی ولو به ضرر توده‌های مردم دست میزنند. در ادامه میگه که مگه میشه نقش مافیای مسکن که اتفاقا در شبکه بانکی کشور و نهادهای حاکمیتی نفوذ داره و در افسار گسیختگی بازار دست دارن رو میشه نادیده گرفت. روزنامه حکومتی رسالت هم 25 تیرماه 99 اعتراف میکنه به نقش دولت روحانی در تورم در مورد مسکن و مینویسه که در طرح مسکن مهر قرار بود 4,400,000 واحد مسکونی ساخته و در اختیار مردم قرار بگیره، اما در نهایت دولت 11 همچنین و 12 نتونستند این طرح رو تکمیل بکنن و نتیجه شد عدم تکمیل اون و ساخته نشدن حتی یک واحد مسکونی که باعث ایجاد تورم شدید تو این بخش از اقتصاد شد. این نگاه کوتاهی بود به دلایل افزایش روز افزون قیمت مسکن و اجاره بها. حالا ببینیم مردم حرفشون در این رابطه چیه و روزگارشون چطور میگذره. مشکلات مردم در رابطه با مسکن و اجاره بها. الان که هیچ کسی نمیتونه اصلا اجاره خونه‌شی بدن. من الان اجاره نشینم. اجاره خونه‌م هم نمیتونم، تازه کرجم میشینم. اونجام نمیتونم، با بدبختی یه ماه دو ماه عقب میفته، این ور اونور قرض میکنم، دامادم اینا قرض میکنم، اجاره خونه‌مو پرداخت. واقعا ما زیر بار این گرونی،
زیر بار مشکلات اقتصادی، زیر بار اجاره خونه له. 50 سالمونه، از بچگی دیو تهران بزرگ شدیم، هنوز صاحب مسکن نیستیم، هنوز در سروار پدر و مادری. با نشستم از برارش هستم فرهنگی 34 سال خدمت کردم، هنوز خونه ندارم. الان از که 8 سال ازدواج کردم، خانم دانشجوی پرستاریه. به خدا به خاطر مشکلات مسکن ما تا حالا چند بار از این خونه به اون خونه، از اون خونه به این خونه. خونه داریم؟ نه. 8 سالم تو جاده کار کردم. اسکلت برای ساختمو ندارم. نه خودم وای که کار ساختم خونه ندارم. 32 سالم خونه ندارم. من همسرم 55 سالش متولد تهرانم. 30 سالم از خودم ساکن تهران هستم، ازدواج کردم، هنوز مسکن ندارم. چپاولگری بی حد و حساب حکومت از مردم محروم هم بخش دیگری از مشکلات هموطنانمان در زمینه مسکن است. 20 میلیون از مسکن مهر گرفتم، 20 میلیون 38 میلیون باز پرداخت کردم، دیگه توبه کردم که از بانک وام بگیرم. من رفتم یه وام بگیرم برای خونه 4.5، بابا 4.5 وام به من دادن، 96 میلیون تومن چک من از من گرفت. رفتم یه دونه وام بگیرم گفت 80 میلیون بهت میدیم. بعد اومدیم نشستیم حساب کردیم که این 80 میلیون من با 160 میلیون به بانک پس بدم. این نمونه هایی از چپاولگری نهادینه حکومتی در موضوع مسکن بود و این هم نمونه ای از وعده های دروغ کارگزاران حکومتی به مردم محروم. دختر آسیه پناهی که مادرش مظلومانه توسط ماموران جانی حکومتی هنگام تخریب خانه محقرش به قتل رسید میگوید: شاید بلند شد گفت از طرف ما چند نفر یه واحد مسکن می رفت خودت دختر تقلیم میکنیم. همون لحظه او حرف زده، دیگه هیچ گونه عملی نکردن و ندید. مثل تمامی مشکلات و بحرانهای امروز جامعه ایران که مافیای حکومتی نقش اول و اصلی رو در بوجود آوردن اونها داره، در معضل مسکن هم به وضوح میشه این نقش غارتگرانه رو دید. نقش مافیای حکومتی در ایجاد بحران مسکن. سایت حکومتی تحلیل بازار اخیراً مصاحبه با یک کارشناس حکومتی داشته که به نقش دولت آخوند روحانی و ارگانهای حکومتی در بحران مسکن اذعان می‌کند. اینی که وقتی شما یه ملکی رو معامله می‌کنی مثلا 1 میلیارد تومان، میری تو اداره مالیات که مالیات نقل و انتقالش رو پرداخت کنی، اداره مالیات میگه نه، من چون میخوام مالیات نقل و انتقال بگیرم این ملک 2 میلیارده. سازنده میاد میگه آقا ارزش ملک من 2 میلیارد بوده، اداره مالیات اینقدر حساب کرده. یعنی قیمت ملک رو دقیقاً داره دولت تعیین میکنه نه مردم. الان شرکت مثلا بانک ملی در پارک چیتگر میسازه، هوا نیروز میسازه، سپاه میسازه، تامین اجتماعی میبینم یه نوع دلالیه، خود ادارات دلالی میکنه. چند تا از بانکای دولت خصوصی ما همین الان تو بازار مسکن تهران بیش از 100 هزار میلیارد تومان ملک دارن. بله، این پول که تقریبا 1/5 بودجه سال ایران هست، توسط بانکهای حکومت آخوندی خونه های خالی رو احتکار کرده و روز به روز هم قیمت خونه رو بالا میبرن. مثلا قیمت هر متر مربع خونه که در تهران در ابتدای سال 99 10 میلیون تومان بوده، الان به 27 میلیون تومان و حتی بیشتر هم رسیده. یعنی نزدیک به 170% افزایش. اینقدر خلاصه آش این غارتگری شوره که یکی از خبرگزاری‌های حکومتی به اسم موج اول خرداد 99 اعتراف میکنه، میگه که حکومت به راحتی میتونه حباب قیمت مسکن رو بشکنه، بازار اون رو از رکود خارج بکنه، اما مافیای حکومتی مانع است. اجازه بدید از روی خود این رسانه بخونم. می نویسه اگر مسکن مافیا داره، مردم نیستند و مربوط به نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی است. بنابراین اگر مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود، بخشی از حباب قیمت مسکن می شکند و بازار نیز از رکود خارج می شود. اما در حال حاضر مسئولان خیلی تمایلی به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی رو ندارند. گران کردن مساله ساختمانی توسط مافیای حکومتی دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاست. در این رابطه دبیر کل انبوه سازان رژیم فروردین 1400 در مورد گران شدن سیمان گفت: بحث افزایش قیمت سیمان با بحث
چند یا بیست در بازار کاملا مدیریت شده بوده و اساسا عزمی هم برای رفع این موضوع صورت نگرفته. با مسئولین که صحبت میکردن میگفتن که اولویت ما صادراته. در همین رابطه صف انبوه تریلرهایی که در حال صادرات سیمان به کشورهای همسایه هستند همین امر را تایید می‌کند. مشکل مسکن چنان تأثیرات ویرانگری بر روی زندگی هموطنانمون به خصوص اقشار مردم گذاشته که رسانه‌ها و کارگزاران نظام را هم مجبور به اذعان به گوشه‌هایی از این فاجعه کرد. اعترافات رسانه‌ها و کارگزاران حکومتی درباره بحران مسکن. خبرگزاری حکومتی تسنیم دهه 99 در این رابطه می‌نویسد هزینه مسکن در بازی زمانی 2 ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها 5 برابر شده است. پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم در همین رابطه گفت بعضی واقعیت‌های تلخی هست. این روزا در رسانه‌ها می‌بینیم که حرف از خلاصه اجاره پشتبان گفته میشه. عضو دیگر مجلس آخوندی به نام جلالزاده 6 اسفند 99 در جنگ باندی میگوید چه کسی مال مردم رو در بورس هوا کرد؟ چه کسی دست به جیب مردم برد و قیمت ها رو چند برابر کرد؟ گرانی مسکن مقصر کیست؟ کدوم وزیر گفت مسکن رو مزخرف مه و 6 سال ترک فعل کرد؟ اما سایت حکومتی عصر ایران 8 مرداد 99 دست روی علت بیخانمانی مردم و بحران مسکن گذاشته و اذعان می‌کند در حالی که طبق آمار رسمی 2 میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانه‌ای به تأخیر می‌افتد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که این خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. روزنامه حکومتی جوان هم اعتراف تکان دهنده‌ای در این زمینه دارد که مشکل مسکن علتش کمبود مسکن نیست و آمار خانه‌های موجود در کشور بیش از خانوارهای ایرانی است. به ازای 24 میلیون خانوار ایرانی، حدود 30 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم. 3 میلیون واحد مسکونی بلا استفاده و 3 میلیون واحد مسکونی نیز کم استفاده می باشد. در این قسمت جا داره مقایسه‌ای داشته باشیم بین ایران تحت حاکمیت آخوندها با سایر کشورها در زمینه مسئله مسکن و صاحب خانه شدن. مقایسه ایران آخوندزاده با سایر کشورها در این رابطه. خبرگزاری حکومتی فارس مرداد 99 در مطلبی با عنوان بررسی نسبت درآمد و قیمت مسکن در دنیا، تهران 5 شهر خانه های گران جهان می نویسد پایگاه داده های آنلاین نامبئو که از مراجع معتبر در زمینه انتشار آمارهای بین المللی است بر اساس محاسبات خود از داده‌های صندوق بین‌المللی پول مقایسه‌ای بین قدرت خرید مسکن شهروندان 106 کشور جهان انجام داده که نتایج آن بسیار قابل تأمل است. بر اساس محاسبات این پایگاه آماری در پایان نیمه اول سال میلادی 2020-1399 شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورهای عربستان سعودی، پورتوریکو، ایالات متحده، آفریقای جنوبی، فلسطین، امارات، قطر، عمان، ایسلند و بلژیک بین 2.7 تا 6.9 بوده است. به عبارت دیگر در کشورهای مذکور با 3 تا 7 سال پس انداز درآمد خانوار میتواند صاحب مسکن شود. اما واقعیت در مورد ایران تحت حاکمیت آخوندها را سایت حکومتی تابناک 11 شهریور 99 اینگونه بیان می‌کند. یک مقام مسئول کارگری می‌گوید کارگران با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند 200 سال باید کار کنند تا صاحب یک خانه بشوند. اما در موضوع مسکن به دلیل سیاست‌های چپاولگرانه رژیم یک موزل بزرگتر هم گسترش حیرت آور و فاجعه باری پیدا کرده و اون حاشیه نشینیه. گسترش حاشیه نشینی
رهاورد شوم آخوندها. سایت حکومتی بیتوته خرداد 99 در این زمینه می نویسد محمد رضا محبوب فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران در سال 1396 حدود 40% از جمعیت شهری ایران حاشیه نشین و بدمسکن بودند، اما امروز پس از 3 سال یعنی در سال 1399 همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و غیره، میزان حاشیه نشینی در کشور به 45% رسیده است. اگر این 45% را نسبت به جمعیت 85 میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز بیش از 38 میلیون نفر حاشیه نشین و بدمسکن هستند که این خبر از وقوع نابرابری های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور می دهد. عنابستانی عضو مجلس آخوندی هم به ابعاد حاشیه نشینی در یک شهر کوچک اذعان می کند. سبزوار تنها غیر مرکز استان است که حاشیه نشین داره، اونم نزدیک 70,000 حاشیه نشین. روزنامه حکومتی وطن امروز نیز تأثیر فقر تحمیل شده توسط آخوندها را در پدیده شوم حاشیه نشینی نشان می دهد. امروز مردمی که از بیکاری و تنگناهای معیشتی رنج می برند و مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند قطعاً توان پرداخت اجاره های بالا به خصوص در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را ندارند. مهاجرت مستاجران شمال شهرنشین به مرکز شهر، مستاجران مرکز شهرنشین به جنوب شهر و مستاجران جنوب شهری به حاشیه های شهر گواه این موضوع مهم است که مردم توان پرداخت اجاره بها را در شرایطی که حقوق و دستمزد تناسبی با نرخ تورم ندارد از دست دادند. در گزارشی که همین چندی پیش از تلویزیون خود رژیم پخش شد در هفته های اخیر بود در مورد خرید مسکن می گفت که الان دیگه مسکن برای مردم رویا شده، که این دیگه خرید مسکن حتی اگر مردم یک خانواده تمام عمرشون حقوقشون رو بدون اینکه خرج دیگه بکنن پس انداز بکنن باز هم به خرید خونه قادر نیستند. یعنی این وضعیتیه که حتی در رابطه با اجاره خانه ها هم همین وضعیته. از طرف دیگه همینطور که اطلاع دارید 2,500,000 خونه خالی تو کشور متعلق به همین مافیای حکومتی و بانکاییه که عمدتاً هم وابسته به بیت خود خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستش. فروش این خانه ها رو برای این به تأخیر میندازن و نمیفروشن که بتونن دوبله سود اون رو ببرن و جیب مردم محروم رو بیشتر خالی کنن. بنابراین از این طریق هم نه تنها چیزی عاید قشر ضعیف نمیشه و به همین دلیل گروه های بیشتری از مردم از مراکز شهرها به سمت حاشیه شهرها کوچ میکنن تا بلکه یک آلونک ارزون قیمت بدون هیچ گونه امکانات رفاهی رو حتی بدون آب و برق و سرپناه داشته باشن. و شاهد این هستیم که روز به روز آمار حاشیه نشینی در اطراف کلان شهرها گسترش پیدا میکنه که از دستاوردهای 40 ساله حاکمیت رژیم آخوندی است. این نظام جنایتکار و قصافت پیشه نه تنها با عملکردهای ضد مردمیش حاشیه نشینی رو به اقشار ضعیف و ستم زده تحمیل کرده، بلکه آلونک ها و شبه خانه هایی رو هم که اونها با 1,000 رنج و مشقت به عنوان سرپناه درست کردن روی سرشون خراب میکنه. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم. این وعده دجال ضد بشر خمینی ملعون در ابتدای به قدرت رسیدنش بود. وعده خیانت شده مثل همه وعده ها. اکنون بعد از 42 سال حاکمیت نکبت ولایت فقیه، نه تنها مسکنی برای ضعفا ساخته نشد، بلکه همان را هم که خودشان می سازند، آخوندها بر سرشان خراب می کنند. تا
تخریب خانه‌های مردم محروم و فقیر روستای سیادک زاهدان توسط سپاه جنایتکار ساعت 3:30 شب که با زور و تهدید در هوای سرد مردم را از خانه‌هایشان بیرون رانده و حتی اجازه ندادند دست کم وسایلشان را از خانه خارج کنند. تخریب کپر یک مادر و بچه بیش سرپناه در بخش پیگل کارواندر شهرستان خاش. این بچه 5 ساله با خانواده فقیرش امشب و چجوری تو این بیابون خدا تو این هوای سرد باشه؟ شما سرپناه براشون نذاشتین، نه کپر نه اتاق، هیچی براشون نذاشتین. به جای اینکه به مردم کمک کنین سرپناه براشون درست کنین، سرپناه بر روی سرشون خراب میکنه. تخریب آلونک یک زن سرپرست خانواده توسط شهرداری بندر عباس. این جنایت‌های شنی طبق دستور مستقیم سران رژیم انجام می‌شود. همان گونه که یک کارگزار حکومتی حین تخریب خانه‌های مردم محروم در زاهدان در مقابل خواهش و التماس یکی از این هموطنان می‌گوید: ببین منو در معذرت قرار بده، چاره‌ای نداریم. دستوره، ببین از خود تهران دستور داده. باید از رو ببین با گوگل نگاه کردن. بابا رو نقشه هوایی نگاه کردن، گفتن این محدوده باید خراب بشه. حکم حاکمیتی باید خراب بشه. این گزارش مختصری بود از وضعیت فاجعه بار مسکن در حاکمیت سیاه آخوندی. طبعا موزل و مشکل مسکن مثل تمامی مصیبت ها و بحران های امروز میهنمون فقط یک راه حل داره که اون هم از بیخ و بن برکندن ریشه نظام منحوس. به امید اون روز که قطعا به زودی فرا خواهد رسید شما رو به خدا می سپاریم. موفق و پیروز باشید.